یه صحبت نکنم زنگ تبدیم کنم امروز صدقه بدید خوبه پنج زد من پنج زنگ مجبورید منو تحمل کنید از اول صبح صدقه بدید من سری خلاصه بیزی و صحنه رو یادآوری کنم بعدش تمرین حل کنم بیزی تعریفش این بود مکان هندسی نقاطی از صفحه است که مجموع فاصله از دو نقطه ثابت مقدار ثابتی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که مجموع فواصل آن از دو نقطه ثابت مقدار ثابت یه صحبت نکنیم سریع خلاصه بگم بعد بریم مسئله حل کنیم با هم دو تا نقطه F و F این ثابت مجموع فاصله ها این M MF به اضافه MF پریم NF به اضافه NF پریم PF به اضافه PF پریم و هر نقطه ای که روی این منحنی در نظر بگیرید مقدار ثابتی معمولا این مقدار ثابت رو با دعا نشون میدن معمولا این مقدار ثابت رو با دعا نشون میدن درست شد یه چند شکل رو بهش میگن بیزی خصوصیت هایی که تو بیزی مهمه دقت کنید F و F پریم اسمشون کانون ها خود F F پریم رو بهش میگم فاصله کانونی وسط F F پریم میشه مرکز مرکز بیزی هر پارخطی که از مرکز بیزی بهش بگذاره بهش میگن قطر درست بزرگترین قطر قطری که از کانون ها بگذاره کوچکترین قطر قطری که تو مرکز عمود هست آ آپریم بزرگترین قطره که برابر دعا میشه به بپریم کوچکترین قطره برابر دو بی اکثر نشون میدن به آ و آپریم رأسای اصلی میگن آ و آپریم رؤوس اصلی ب و بپریم رؤوس فرعی اگه تو این شکل بخوایم نشون بدیم اینجا سیه اینجا بیه و این آیه پس آ دو برابر میشه بی دوی به اضافه سی دو دقت کنید هم این آیه هم این آیه اگه شکل رو درست کشیده باشیم از مرکز تا اینجا هم آ حساب میشه درست اینجا هم سیه پس اینجا چی میشه؟ آیه منهای سی آیه منهای سی درست شد؟ حالا سه جور بیزی داریم بیزی افقی بیزی عمودی بیزی مایل بر اساس اینکه قطر بزرگش چه شکلیه نامگذاری میشه اگه قطر بزرگش افقی باشه بیزی افقیه اگه قطر بزرگش عمودی باشه بیزی
عمودیه. اگه قطر بزرگش مایل باشه میگم بیزی مایله. بیزی مایل فعلا کاری نداره، شما بعد دوران کار دارید، درسته؟ بیزی افقی عمودی. معادلش هم بخوایم بنویسیم بر اساس اینکه مرکز چی هست و افقی عمودی نوشته میشه. معادلش تقریبا شبیه معادله دایره هست. دقت کنید که بر اساس اینکه افقی عمودی چه اتفاق میفته. اگر افقی باشه بزرگی قطر بزرگی یعنی نصف قطر بزرگی بتوان دو اینجا زیر x قرار میگیره، این میشه A دو، این میشه B دو. موقعی که افقی باشه بیزی افقی باشه. اگر عمودی باشه بزرگی زیر ایگره قرار میگیره. اون یکی رو میزن بزر. و برای اینکه بتونید اطلاعات یه بیز رو به دست بیارید کافیه مربع کاملش بکنید. مربع کامل بکنید میتونید همه اطلاعاتش رو به دست بیارید. یه خروج از مرکز بود سی آم. سی آم رو بهش میگن خروج از مرکز. طبیعیه که این آ و تر این سی زل مثلث قائم الزاویه است، پس از این کوچکتر خواهد بود. سی آم ای از یک کوچکتر میشه، از صفر بزرگتر میشه. این یه جوری نشون میده که هر چقدر به صفر نزدیکتر باشه بیزی گردیتره، به دایره شبیه‌تره. هر چقدر به یک نزدیکتر باشه بیزی درازتر هست، کشیده تر هست، بیزی تر هست. درست شد؟ چه؟ نه الو. این دوتا میشن خود چیزی دیگه. حالا اون بحث میکنم اجازه بدید. حالا اینو بعضی موقع میان سی دو چی میشه؟ آدو منهای به دو. اگر اینو بذارید رادیکال آدو منهای به دو به آ بره داخل میشه اینطوری یک منهای بی دو به آدو. بعضی موقع میانم به دردم میخوام. بله چی؟ یعنی چی نشد؟ یعنی چی نشد به کتر بزرگی؟ بی اف؟ مگر بی بی اف به اضافه بی اف پریم مگه دعا نمیشه؟ هر نقطه روی بیزی مجموع فاصلاش از دو نقطه ثابت مقدار ثابتی اون مقدار ثابت دعا گرفته بودیم، درسته؟ از طرفی بی بی پریم عمود منصف بی اف پریم نیست مگه؟ اف اف پریم مگه نیست؟ هر نقطه روی عمود منصف از دو سر پارخط به یک فاصله است. پس بی اف و بی اف پریم با هم دو تا بی اف میشه دعا. بی اف میشه چی؟ آ میشه. درست شد؟ بله. آبش دوست یعنی چی؟ آبش دوست نه نه چنین چیزی امکان پذیر نیست که آبشه بشه مشکل نداره. نه این وتر دو برابر این شده. وتر دو برابر این بشه مشکل نداره که این زاویه کافی 30 درجه بشه. درست شد؟ یه قسمتی هم در مورد مماس و قائم هست، اینا که اونو آخر سر بحث میکنم. درست شد؟ این خلاصه ایه که با این سوالا میتونید راحت جواب بدید. درست؟ الان میام.
یه وتر کانونی هم هست. وتر کانونی تعریفش چی هست؟ وتر کانونی وتر پارخطیه که از کانون بگذره عمود بر فاصله کانونی باشه. درست؟ وتریه که از کانون بگذره عمود بر فاصله کانونی باشه. یعنی مثلا تو اینجا این شکل. اندازش میشه 2b2 وتری که از کانون بگذرد و عمود بر فاصله کانونی باشه. اندازش میشه 2b2 این خلاصه بیزی. چون اثبات بکنم اثباتش الان میگم. کسی چیزی میخواد یاد پخش کنم این برم پخش کنم این پشتی رو هم بدید برو سریع بدید. پاک کنم یه صحبت نکنم سریع گوش میکنیم دلیلش رو بگم چرا وتر کانونی میشه 2b2. درسته؟ ببینید تو هندسه پایه میدونید که انتقال ایزومتری طول نگه داره دیگه. درسته؟ چون انتقال ایزومتری طول نگه داره پس من میام اینو تو حالت خاص در حالتی حل میکنم که مرکز بیزیمون 0-0 باشه که محاسبات هم چقدر باشه راحت تر باشه. درست شد؟ پس من یه بیزی در نظر میگیرم که این بیزی اینجا F باشه اینجا F' باشه پس مختصات این 30 و 0 مختصات این هم میشه منفی 30 و 0 معادله من هم میشه X2 به A2 به اضافه Y2 به B2 مساوی. تو این حالت اگه من اینو ثابت بکنم بقیه حالت هم ثابت میشه دیگه چون فقط اینو منتقل کردم دیگه. درسته؟ حالا وتر کانونی یعنی چی؟ یعنی تو کانون عمود رسم بشه. تو کانون عمود رسم بشه یعنی این دیگه. درسته؟ این خط x مساوی c دیگه. درسته؟ پس x مساوی c را اینجا قطع میدم. دو معادله دو مچول حل میکنم تا این دو تا نقطه به وجود بیاد. این دو تا نقطه k و l رو پیدا بکنم طولش حساب بکنم. درسته؟ x و c بذارم اینجا. c دو به a دو به اضافه Y2 به B2 مساوی 1 Y2 به B2 مساوی میشه با 1 منهای C2 به A2
این ور مخارج مشترک بگیرید آ دو منهای سی دو مثل ایگرگ دو به بی دو آ دو منهای سی دو چی میشه؟ بی دو بی دو آ دو پس ایگرگ دو میشه بی چهار آ چهار آ دو درسته؟ پس ایگرگ چی میشه؟ ایگرگ میشه بی دو آ ایگرگ میشه منفی بی دو آ اینجا میشه بی دو آ اینجا میشه منفی بی دو آ فاصله شون میشه تفاضلشون دیگه درسته؟ قبول دارید؟ چون ایکساشون که اینه همه دو تا نقطه معلومه طول پارخط میخوان پیدا بکنیم درست شد؟ پس طول کائل چی میشه؟ دو بی دو آ میشه درست شد؟ سوال اضافی نموند؟ مثلا دقت کنید سوال یک رو من حل میکنم یه چند تایی رو مثال حل کنیم بده. سوال یک F اینه 4 و 5 F دریم اینه 4 و منفی 1 MF به اضافه MF دریم مساوی مقدار دنبال نقاطی از صفحه میگردم که مجموع فاصلش از این دو نقطه مقدار 8 باشه درسته؟ این داره میگه دعا چنده؟ دعا 8 دعا 8 پس A میشه 4 درست F 4 و 5 این 4 و 5 4 و منفی 1 اینم F 3 F 3 عمودیه پس در نشه بیزیمون عمودی میشه درسته؟ پس بیدی عمودیه وسط FF3 همیشه میشد مرکز وسط دو تا نقطه رو میخوام بدیم مختصر رو جمع میکردیم تقسیم بر دو میکردیم پس 4 2 قبوله؟ اینم من حالا فاصله FF3 میشد 2C فاصله FF بریم ایکساش این ثابته تفاضل ایگرگاش این درسته 5 منهای منفی منهای 6 میشه درسته پس 2C میشه 6 C میشه 3 A4C3 A2 برابر بود با B2 به اضافه C2 25 مساوی B2 به اضافه 9 B میشه 4 معادله میخواییم بنویسیم x منهای 4 به توان 2 به اضافه y منهای 2 به توان 2 مساوی 1 بیزی عمودیه بیزی عمودی باشه A2 میره زیر y قرار میگیره A2 میشه من اشتباه حساب کردم A2 میشه 16 مساوی B2 به اضافه 9 به 2 میشه 7 پس 16 اینجا قرار میگیره 7 اینجا قرار میگیره درست شد فهمی دوست شد
سوال سه، من فردا رو حل میکنم. سوال سه سوال خیلی قشنگی، خیلی به درد بخورم است. تمرین کتاب درستون است جان؟ دورم حل میکنم. سوال سه چی گفته؟ فاصله هر نقطه از یک بیدی، از نقطه MF یه نقطه داده در حقیقت، یه دونم خط داده. گفته که فاصله هر نقطه دو سوم فاصلهش از خط X مساوی 7. MF مساوی دو سوم M هست. حالا میخوام این بیزی رو اصلا پیدا بکنیم. چه؟ مگه فاصله نگفته؟ از یه نقطه فاصلهش از یه خط، یعنی چی کار میکنه؟ همون رسم میکنیم. جمله چی گفته؟ فاصله هر نقطه از یک بیزی، از نقطه دو و دو برابر دو سوم فاصلهش از خط X مساویه. درسته؟ MF M و F که نقطه هم فاصلهش مشخصه، M از اون خط هم فاصلهش، یعنی عمود رسم بکنیم. درسته؟ قبول. حالا مختصات M و به صورت مشهول در نظر میگیرم، X Y در نظر میگیرم، این هم که دو و دوی. برای اینکه رادیکال نداشته باشه، به توان دو میرسونم که رادیکال نداشته باشه. درسته؟ میشه MF به توان دو مساوی 4/9 M هاش به توان دو. درسته؟ حالا MF فاصله دو تا نقطه رو چجوری حساب میکردیم؟ X این منهای X این به توان دو، پس میشه X منهای دو به توان دو، ایگرگ منهای دو به توان دو مساویه 4/9. فاصله یه نقطه از یه خط رو میخواستیم حساب بکنیم، این ایکس مساویه 7، یعنی ایکس منهای 7 مساویه 3. تو دو بود فاصله یه نقطه از یه خط رو میخواستیم حساب بکنیم، مختصات نقطه رو اونجا میبردیم چکار میکردیم؟ جاگذاری میکردیم. درسته؟ ام هاش میشه قدر مطلق ایکس منهای 7 تقسیم بر رادیکال 1 دیگه. درسته؟ فاصله نقطه x 0 y 0 یادتون باشه، نقطه x 0 y 0 از خط a x به اضافه b y به اضافه c مساوی 0 برابر بود با a x 0 به اضافه b y 0 به اضافه c تقسیم بر رادیکال a 2 به اضافه b. مگر این نبود؟ تو دو بود این بود. درسته؟ اینجا هم این نقطه هست، اینم معادله خطمون، اینجا میاریم چیکار میکنیم؟ جاگذاری میکنیم، میشه قدر مطلق x منهای 7 تقسیم بر رادیکال 1. درسته؟ حالا قدر مطلق به توان 2 با خودش به توان 2 هیچ فرقی نداره، پس این میشه x منهای 7 به توان 2. اینو باید سادهش بکنیم. نو ایکس دو منهای چهار ایکس به اضافه چهار به اضافه نو ایگرگ منهای دو به توان دو مساوی شده با چهار در ایکس دوی منهای چهار در ایکس به اضافه چهار. من این را دیگه چون مربع کامل نیازم دست ندادم. درسته؟ 9 ایگرگ منهای 2 به توان 2 مساوی یه 9 ایکس 2 اینجا هست، یه 4 ایکس 2 اینجا هست، به علاوه 5 ایکس 2. درسته؟ یه منفی 36 ایکس اینجا هست. درسته؟ اینجا چند تا هست؟ 4 4 تا 16 5 56 تا منفی 56 میاد این ور میشه 20 x.
درسته. یه 36 اینجا هست. درسته. قبوله. اشتباه نکردم. 4 تا 49 هم اونجا هست. 4 196 منهای 36 160 پس اون ور میمونه 160 مساویه 160 حالا میخوام مربع کامل بکنم. این که مربع کامله، از پنجش فاکتور بگیرم میشه x2 به اضافه 20x 4x به اضافه 4 20 در حقیقت اضافه کردم 20 همین بر اضافه کنم 108 حالا 9 در y منهای 2 به توان 2 به اضافه 5 در x به اضافه 2 به توان 2 مساوی 108 هست. به صورت استانداردش بنویسیم 180 متر تقسیم میشه ایگرگ منهای 2 به توان 2 180 با 20 به اضافه ایکس به اضافه 2 به توان 2 180 به چند؟ 180 تقسیم بر 36 مساوی یک. چی خواسته بود؟ قطر بزرگ. آ دو 36 آ میشه 6 دو آ میشه 12 درست شد؟ حالا دقت کن یه مطلبی رو بگیم. خوش میکنید الان این بیزی چجور بیزی شد؟ بیزی بزرگه زیر ایکس دیگه بزرگه زیر ایکس بیزی افقیه دقت کنید بیزی افقی خوش میکنید از این جنس سوالا یکی دو بار تو کنکور دادن خود اینو نخواستن فقط جنس این که بیضی هست حضلولی هست اینجور چیزا اگر اینجا فاصله نقطه باشه اینجا یه عددی ضرب میشه پس ببینید MF مساوی شده با یک کایی در M هاش این فاصله دوتا نقطه هست این فاصله نقطه از خط هست درست از دقیقه این فاصله دو تا نقطه است این فاصله نقطه است خط است اگر این کا کوچکتر از یک باشه اگر این کا کوچکتر از یک باشه بیضی هست اگر این کا مساوی یک باشه سهمی هست اگر این کا بزرگتر از یک باشه حضلولی هست درست شد اگر این کا کوچکتر از یک باشه دقت کن تأثیرش رو دقت بکنید من این بر نوشتم فاصله دو تا نقطه مساوی کا در فاصله نقطه از خط اگر این کا کوچکتر از یک باشه میشه بیضی اگر این کا مساوی یک باشه میشه سهمی بزرگتر از یک باشه میشه حضلولی درست اون خطتون خطی که ازش دارید فاصله حساب میکنید اگر عمودی باشه بیضیتون افقی میشه درست شد الان خط x مساوی 7 دیدی خط x مساوی 7 چجور خطیه عمودیه بیضیش چی میشه افقی شد درسته اگر اون خطتون افقی باشه بیضیش عمودی میشه و اگر اون خطتون مایل باشه بیضیتون هم مایل میشه درست شد شما نگاه کنید ساده که میکنید دقت کنید این به توان دو که میرسونید این ور که بزرگ میشه درسته بعد همه که یه طرف جمع میشن
ضرب x به y دو هر دوتا مثبت میشن. درست شد؟ وقتی هر دوتا مثبت شدن از جنس چی خواهد شد؟ بیزی خواهد شد. درسته؟ ولی اگر عدد بزرگتر از یک بود، درست؟ این وریه از این ور بزرگتر میشه، میرفت که اون ور یکیش مثبت میشه یکیش منفی میشه. درست شد؟ مثلا اگه به شما گفتن چنین چیزی، مثلا به شما گفتن خط ایگرگ مساوی 5، ام اف 2/5 ام هاشه. درست. مکانمون چی هست؟ بیزیه. درست. مکان بیزیه. چجور بیزیه هست؟ خطمون افقی بیزیمون چی خواهد شد؟ عمودی. یعنی بیزی که تو خصوصیت سید میکنه یه بیزی عمودی. بر اساس این کار میشه هم مرکزش رو حساب کرد، فرمول داره، هم میشه کانونا رو حساب کرد، هم قطر رو میشه. فعلا نمیخوام واردون بشم. درست شد؟ در همین از فعلا بدونش کفایت میکنه بعدا. درست شد؟ قبول نداشتم. یه نقطه دلخواه. ببین چی گفته مثلا. یه نقطه بیزیه. نمیدونم مشخصاتش مجهول میگیرم. نه اصلا بیزی. هر کی میگه نقطه رو بیزیه یعنی که روی بیزی است. درست این تو ذهنت باشه. اصلا این کلمه بیزی هم به کار نبرده بود. گفته بود یه نقطه ای از فضا، درست؟ یه نقطه ای از فضا که توی این خصوصیت سد میکنه. ببینید من اینم حل میکنم، دقت کنید، اینم به عنوان مثال حل میکنم. مثلا مثال مکان هندسی نقاطی از صفحه را پیدا کنید که فاصله آنها از نقطه ثابت F یک و منفی یک یک سوم فاصله آن از خط ایگرگ مساوی 4 باشه. درست شد؟ اصلا اینجا صحبت بیزی نکرده. یه نقطه از فضا رو میخوایم، یه نقطه از صفحه رو میخوایم، این خط ایگرگ مساوی 4. این خط ایگرگ مساوی 4. یه نقطه میخوایم، این نقطه 1 و منفی 1. نم نقطه 1 و منفی 1. دنبال یه نقطه میگردیم، چه اتفاقی بیفته؟ این ام اف یک سوم این باشه.
MF یک سوم MH باشه. درست شد؟ حالا مشخصات امو نمیدونم، مختصاتش مجهوله، درسته؟ پس به صورت مجهول می‌نویسم. پس ایکس ایگره. الان مسئله گفته MF یک سوم ام هاشه، همین. من به غیر این چیز دیگه نمیدونم، میخوام همین حل بکنم ببینم به چی میرسم دیگه، درسته؟ حالا نقطه، دو تا نقطه فاصله چی میخوام حساب بکنم، چی میشه؟ این برای میشه رادیکال ایکس منهای یک به توان دو به اضافه ایگرگ به علاوه یک به توان دو مساویه یک سومه. فاصله یه نقطه رو از یه خط میخواستیم حساب بکنیم، میبردیم تو معادله جاگذاری میکردیم، میشد قدر مطلق ایگرگ منهای چهار، درسته؟ این هم میشد قدر مطلق ایگرگ منهای چهار. من نمیخوام ساده بکنم، رادیکال داره هم قدر مطلق داره، به توان دو میرسونم تا راحت باشه، ساده بشه، به توان دو برسونم ایکس منهای یک به توان دو به اضافه ایگرگ به اضافه یک به توان دو مساوی شده با یک نهم ایگرگ منهای چهار به توان دو. درست شد؟ میخوام ساده بکنم، بخوام ساده بکنم، همه رو سعی میکنم ساده با ممکن مشترکه از طرفین بزنم تا بتونم در 9 ضرب بکنم، 9 این ضرب بشه میشه x2 منهای 2x به اضافه 1. اینو دیگه لازم نیست، اتفاق این یکی لازم نبوده باشه، درست؟ چون این لازم نیست، اون بر x نیست که ساده بشه، پس این بعدا من مگه مربع کامل نمی کردم، پس بیجت به این دست نزنم، ولی این یکی رو سادهش بکنم میشه 9 ایگرگ 2 به اضافه 18 ایگرگ به اضافه 9 مساوی شده با ایگرگ 2 منهای 8 ایگرگ به اضافه 16. قبوله؟ حالا همینجا متوجه میشه، دقت بکنید، عدد کوچکتر از 1 که باشه، همه گوش کنن، عدد کوچکتر از 1 که باشه، این که x این ور مونده، درسته؟ ایگرگی که اینجا هست ضریبش از ایگرگ 2 که اینجا هست چی هست؟ بیشتر میشه، پس اینجا چی میمونه؟ ایگرگ 2 ضریبش مثبته، ایکس 2 هم ضریبش چی میشه؟ مثبت میشه، پس هم ایگرگ 2 ضریبش مثبته هم ایکس 2 ضریبش مثبته، چی میشه؟ بیزی. درست شد؟ اگر عدد کوچکتر از یک بود، عددم بزرگتر از یک بود، این ور کوچکتر میشد، این ور بزرگتر میشد، میمد این ور منفی میشد، ایکس 2 ایگرگ 2 منفی میشدن، درست؟ یکیش مثبت میشد یکیش منفی میشد، یکیش مثبت باشه یکیش منفی باشه حضلولی میشد. اگر عددم یک میبود چه اتفاقی میفتد؟ اینوری اینوری حذف میشد میرفت، درسته؟ فقط یکی از مسئول توان دو میشد، فقط یکی از مسئول توان دو بود، چی بود؟ میشد سهمی. دقت کنید یه جوری هم اثبات اون جمله ما گفتم، درست شد؟ حالا این ایگرگ دو با این بره میشه 9 تا x منهای 1 به توان 2 به اضافه 8 تا ایگرگ 2 به اضافه 18 و 8 26 تا ایگرگ ندیه مساوی 7. این که مربع کامله، این هم از 8ش فاکتور بگیریم میشه ایگرگ 2 به اضافه 26 8 تا میشه 13 چهارم ایگرگ مساوی هم، اینو مربع کامل بخوایم بکنیم 13 چهارم 169 64، تقسیم بر دو باید بکنیم، ضرب داره 8 بکنیم 169 8 هم اضافه کرد، درست شد؟ حالا 169 56، درسته؟ اشتباه که نکرد، 9 در ایکس منهای 1 به توان 2 8 در ایگرگ به اضافه 13 8 به توان 2 225 8. حالا میاد اینجا میشه ایکس منهای 1 به توان 2 به اضافه ایگرگ به اضافه 13 8 به توان 2
مثلا 225 72 225 64 درسته. کدوم بزرگه؟ 225 64 بزرگتر 225 درسته. زیر گرگه بزرگه؟ به ایلیس خواهد شد درسته؟ قبول شد. خطمون چی بود؟ افقی بود. گفتیم جنسش برعکس اینه دیگه، درسته؟ جنسش برعکس اینه. نه من همینطوری از نوشتم، طبیعیه که از قبل حساب نکردم که اینطوری چیز باشه. مثلا قبل تمرین کتاب درسی نزدش ساده است، دو تا تمرین داره از این جنس. پس فهمیدی چی شد؟ میام این چیزا یادتون رفت نترسید، همون جا بوده رو کنید برسید، اونقدر سخت نیست، سری مصبت خیلی طولانی نداره. بله؟ من باید برای شما توضیح بدم، معلومه دیگه. سوال پنج حل میکنم چشم دارید؟ نه سخت نیست، یه دارید مثلا کن به تلمان چشم. سوال پنج میگه اف اف فریم کانون های بیزین هستن و ام نقطه روی این بیزی باشد به گونه ای که ام اف من ام اف فریم مصارید حاصل یه بیزی، این اف این اف فریم بیزیمون اینه x2 چهارم به اضافه y2 نهم مساوی یک. یه مدار اگه شکل رو درست بکشم باید بیزی عمودی باشه دیگه، درسته؟ مرکزش 0 و 0 به اندازه 3 واحد برم بالا، به اندازه 2 واحدم یه چنین بیزی ای.
9 منهای 4 میشه 5 رادیکال 5 هم تقریبا اینا هم اف و اف پریم میگه. یه نقطه اینجا گرفته میگه ام اف و ام اف پریم قدر مطلق ام اف منهای ام اف پریم شده 2. حالا پایین تا بوده دیگه درسته؟ مگه بیزی مجموع نقاط از دو نقطه ثابت مقدار ثابت نمیشه مگه؟ پس MF به اضافه MF پریم میشد 2A درسته؟ میشد 2A درسته؟ 2A چنده اینجا؟ A 3 6 میشه. دو معادله دو مسئول میخوام حل بکنیم، اینا جمع بکنید دو تا MF میشه 8، MF میشه 4. بیزی مکان هندسی نقاطی از صفحه است که مجموع فاصله اش از دو نقطه ثابت مقدار ثابت. اف و اف پریم این کانون نیستن، پس ام اف به اضافه ام اف پریم باید بشه 2A. آمون چنده؟ آدمون 9، آمون 3 میشه، پس 2A میشه 6. این معادله رو خود مسئله داده، اینم از مفهوم بیزی داریم. دو تا ام اف میشه 8، ام اف میشه 4. ام اف که 4 شد ام اف پریم چند میشه؟ 2 میشه. ام اف پریم 2 شد. حالا که ام اف پریم 2 شد مقدار ام اف پریم به دست میاد. درست. بله. چرا؟ یعنی چی؟ MF کار سختی داری انجام میده، وقتی به این راحتیه درجه تمام ببرسونی، درجه تمام ببرسونی. MF به اضافه MF فیلم مقدار ثابته، MF منو MF فیلم هم که داره شما بیاد حساب بکنید. به نظر من طولانیه. بله میشه. به نظرم این راحت تره. اون طولانی. مثلا فیلمو میسازی در حقیقت تمام دوم. اون یکم میسازی توان دومش اصلا کم میکنی میره بعدش. یعنی شما در حقیقت از این افراد داری میخوای استفاده کنی. آیه به اضافه ب به توان دو. منهای آیه منهای ب به توان دو میشه 4 تا آب. درسته؟ در حقیقت همین کن کارت طولانی میکنه. اینو داری اینم داری درسته. اون راحت به دست میده. سوال 7 رو دقت کنید. یه نقطه میخوام ببینیم که داخل دایره هست روی دایره هست یا خارج دایره، داخل دایره روی دایره خارج بیزی منظورم بیز درسته. گوش میکنید گوش میکنید. اگر نقطه داخل MF به اضافه MF بریم میشد 2A درست. اگر نقطه داخل بیزی باشه اتفاقی که میفته اینه، مثلا KF به اضافه KF بریم کوچیکتر از 2A میشه. اگه نقطه خارج بیزی باشه بزرگتر از 2A میشه. مثلا اینجا TF به اضافه TF بریم TF به اضافه TF بریم بزرگتر از 2A میشه. اینطوری حساب کتاب کردن یه مدت طولانیه، وقت میگیره درسته؟ ولی از این استفاده میکنم ثابت میکنم که اگه شما بخواید بفهمید که نقطه داخل دایره بیزی است یا بیرون بیزی است عین دایره، بیاید همه جملات یه طرف جمع بکنید و
طوری یه طرف جمع بکنی که ضریب x دو y دو چی باشه؟ مثبت باشه. ضریب x دو y دو مثبت باشه. بعد دیگه همه جملات بیضه رو یه طرف جمع کردید، حالا نقطه رو جاگذاری کنید. اگه صفر شد یعنی روی بیضی، اگه منفی شد داخل بیضی، اگه مثبت شد خارج بیضی. دقیقا یعنی اون عبارتی که یه طرف جمع میکنید، یعنی شما در حقیقت اون عبارتی که حساب میکنید اینه، تی اف بیضی تی اف پریم منهای دو، یعنی اثباتش از اینجاست، اونی که حساب میشه اینه. اگر این بزرگتر از صفر شد خارجه، مساوی صفر شد روی بیضیه، کوچکتر از صفر شد داخل بیضیه. درست شد؟ پس اینجا این عبارت رو گفته که به ازای کدام M دو تا X دو به اضافه 7 Y دو به اضافه 4 X منهای 21 Y منهای 16 مساوی، گفته که درون بیضی اینه. درسته؟ یعنی این نقطه الان ضریب x دو y دو مثبته، اینجا جاگذاری کنیم باید منفی شه. درسته؟ دو تا m دو به اضافه 7 به اضافه 4 m منهای 21 منهای 16 باید کوچیک‌تر از 0 باشه. درسته؟ دو تا m دو به اضافه 4 m، این 7 با این میشه منفی 14 منفی 30 کوچکتر از 0. به دو سادش بکنم، M2 به اضافه 2M منهای 15 کوچکتر از 0، M به اضافه 5 در M منهای 3 کوچکتر از 0، منفی 5 3 مثبت منفی مثبت. پس M باید بین منفی 5 و سه باشه. درسته؟ ام بین منفی 5 و 3 کدوم گزینه توی منفی 4؟ درست شد؟ سوال 9، سوال 9 چی هست؟ گفته به ازای کدام M خط X مساوی M به این مماس است؟ دو جور اینو میخوام حل بکنم. یه جور از خود مربع کامل کردن بیضی اینا استفاده کنم، یه گرم وقتی که مماس باشه باید نقطه اشتراکشون ریشه مضاعف باشه. درست شد؟ حالا اول مربع کامل کردن بیضی، دقت کنید، 5 در x دو منهای 6x به اضافه 2 تا y دو منهای 2y مساوی منفی 3 هست. اشتراکی نکرده؟ درسته. حالا این نصفش بکنم 6، به توان دو برسونم 9، 45 اضافه کردم 45 هم اینجا اضافه میکنم. درسته؟ درسته. میشه چند؟ 10. 5 در x منهای 3 به توان 2 به اضافه 2 تا y منهای 1 به توان 2 شده 10. x منهای 3 به توان 2 دوم، y منهای 1 به توان 2 پنجم مساوی شده با 1. این بیضی را من میخوام رسمش بکنم.
مرکزش 3 و 1 درست. رادیکال 5 قطر بزرگشه، اینجا 3. افقی عمودیه، عمودیه. پس اینطوری باید بره، به اندازه رادیکال 5 اینجا یکی به، پس اینجا میشه یکی به اضافه رادیکال 5، به اندازه رادیکال 2 هم بیاد این بره، یکی منهای رادیکال 2، 3 منهای رادیکال 2، 3 به اضافه رادیکال 2، رادیکال 2 یک کچه هزم. درست شد. یه چنین بیزیه. درست. حالا یه خط عمودی میخواد به این مماس باشه، یه خط عمودی میخواد به این مماس باشه. کجا میتونه مماس باشه؟ اینجا باید باشه دیگه. اگه خط عمودی بخواد به این مماس باشه، x مساوی 3 منهای رادیکال 2، درسته؟ یا اینکه 3 به اضافه رادیکال 2، درست شد؟ اگه خط افقی خواسته بودم به این مماس باشه، y مساوی 1 به اضافه رادیکال 5، y مساوی 1 منهای رادیکال 5، درست شد؟ فهمیدش تو شد؟ شکل رو کشیدم، دقت کنید. این تو اینجا مربع کامل کردن که مشکل نداره، شکل نمیده بالاتر میکشم که قشنگ ببینید. مرکزش 3 و 1، این مرکزش ضریب زیر ایگرگ بزرگتره، پس عمودیه، درسته؟ پس آمون رادیکال 5، به اندازه رادیکال 5 بریم بالا، اینجا میشه 1 به اضافه رادیکال 5، اینجا میشه 1 منهای رادیکال 5، درست. بمونم رادیکال 2، به اندازه رادیکال 2 بریم این ور و بریم اینجا میشه 3 به اضافه رادیکال 2، اینجا میشه 3 منهای رادیکال 2، درست شد. بیزیمون این شکلی، این بیزیمون، درسته؟ یه خط عمودی میخوایم که به این مماس باشه، اگه تو اینجا بکشیم که قطع میکنه، درسته؟ اگر این ورم بکشیم که اصلا هیچ نقطه اشتراکی نداره، پس کجا باید بکشیم تا این نقطه اشتراک داشته باشه؟ دقیقا این نقطه دیگه. پس این نقطه ایکسش چه هست؟ 3 منهای رادیکال 2. اون یکی این نقطه ایکسش چه هست؟ 3 به اضافه رادیکال 2. درسته؟ اینم افق. افقی هم میشه 1 من ایگرگ مساوی 1 منهای رادیکال 5، ایگرگ مساوی 1 به اضافه رادیکال 2. الان غیر المربع کامل هم میگم زنگی بر. درسته؟